شنوندگان عزیز رادیو کردانه با درود و سلام، متاسفانه در خبری که همکنون به دست ما رسیده در شهر سنندج درگیری های بین نیروهای انتظامی و به قول بعضی ها و به قول خبرگزاری های داخلی دو یا چند نفر فرد مسلح با تیراندازی به سمت نیروهای انتظامی و مردم در شهر سنندج، 4 نفر از نیروهای انتظامی و 1 عابر پیاده کشته شده است. در رابطه با این درگیری مسلحانه در شهر سنندج تماس کوتاهی داریم با کاک اجلال قوامی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، که توجه شما را به این مصاحبه کوتاه جلب می‌کنیم. آقای قوامی، طبق خبرهایی که رسیده در سنندج درگیری‌هایی بوده، میتونید برایمون بگید که این درگیری‌ها در چه ساعتی اتفاق افتاده و طبق خبرهایی که به شما رسیده چجوری این اتفاق افتاده و در کجای سنندج این اتفاق افتاده؟ بله، همون گونه که اطلاع داریم این درگیری ها در شامگاه پنجشنبه ساعت 11:10 که یه دلباز شخصی مسلح به سمت ماموران امنیتی نیروی انتظامی حمله میبرند که در این درگیری 5 نفر کشته 9 نفرم زخمی. آقای قوامی، با توجه به اینکه شما در شهر هستین، این حرکت به نظر شما با توجه به حرفایی که مرد میزنن از طرف چه کسانی است و چه اهدافی را دنبال میکنن؟ بله، همون گونه که عرض کردم این گونه اقدام ها تراستای حقیقتاً مطالبات و خواستای مدنی و مشروع کردها نیست و اون رو در جهتی و این هم در راستای همون کسی به حوادثی که از خط شدید شد مرد محوادی بخیرید. آقای قوامی، نظر شما در رابطه با این مسئله چیست؟ میتونید برای ما توضیح بیشتر بدین؟ در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طبعاً این اقدامات رو در جهت منافع خاصا و مطالبات مردم کرد می‌بینه و امروز در جهت ملیتاریزه کردن فضای مناطق کرد می‌شین قضایا می‌بینه و تمامی مردم کنشگران سیاسی، مدنی و حقوق بشری این انتظار می‌رود که در جهت نقل این گونه اقداماتی که حقیقتاً در راستای منافع مردمی اقداماتی رو صورت بدن. آقای قوامی، وضعیت شهر الان بعد از این حرکت و بعد از کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن چندین نفر چجوری الان؟ الان بعد از وقوع این حادثه ماموران امنیتی انتظامی با حضور در منطقه بررسی مسئله پرداختن، کلی منطقه میدان آزادی شهر سنندج و تردد وسایل نقلیه بین منفی ممنوع اعلام شد، بسته شد. پس از تقریبا دیگه مسیرهای منتهی به این به محل حادثه به حالت عادی برگشت. ما فضای آرام و بدون از تنشی رو در سطح شهر شاهد هستیم. با تشکر از شما که وقتتون به ما دادین و در این مصاحبه کوتاه شرکت کردین.